Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Herkes iyidir inşallah. Yeni Türkçe dersimize hoş geldiniz. Evet, Allah'ın adıyla dersimizi başlıyoruz. Bugün dersimiz Türkçe ve konumuz yazma. Evet. Salam şakada aziz, vakti almış ama bakhir. Khuda kona ki khubu saatman boşe. Ve ders Türkiye imruzu ma hoş amadın. Ve ders imruzu ma mazui imruzu ma yazma has, yani nevişten. و پیش از اینکه درس خود شروع کنیم میم یک مرور به درس گذشته داشته باشیم. درس گذشته ما صفحه 20 بود، کنوشما بود، یعنی صحبت کردن. ما اینا را صحبت کردیم که چی قسم یاد بگیریم که از یک نفر پرسان کنیم از کجا هست و یا از یک جای هست یا نیست. ایره تکرار کردیم، مثلا باب نرلی، باب تکساسلو. Alex Bükreşli mi? Hayır, Bükreşli değil. O Moskovalı. İyi derslere روز گذشته کار کرده بودیم. خدا کنه که هم شما یاد گرفته باشین و خدا به ترکی معرفی کنین که من از کجا هستم و نام من چیست و چی زبان صحبت میکنم. این درس گذشته ما بود. میم درس امروز ما صفحه 21 است، یازمه شاگرد عزیز، یعنی نوشتن. خب هر کس کتابایشان رو باز کنن و به این تصاویر ببینین. باک و یاز گفته ببین و نوشته کن. ببینین این نفر عکسی که شما میبینین نامش حسن است. حسن و به این طرف پایین نام کشورش نوشته است. مثلا اینجا است اردن. اردن یعنی اردن. حسن نرلی از ما پرسان کرده این نام از این حسن بود. حسن از کجاست؟ میگیم حسن اردن لو. حسن اردن لو. حسن از اردن است. باشه اینجا هر کس قلم و کتابچه خود بگیره و نوشته کنه. من اینجا نوشته میکنم حسن اردن لو. حسن اردن لو. حسن از اردن. به این ترتیب شاگرد عزیز ما باید نوشته کنیم که اینا مربوط به کجا میشن و نام کشورها به این پشت سر نوشته است. مثلا این دختر نامش چی است؟ آی سلطان. آی سلطان نرلی؟ آی سلطان اینجا ترکمنستان نوشته است. ترکمنستان. ما چی قسم کشورها را نوشته میکنیم که یعنی مربوط به همو کشور است یا از او کشور است؟ خب ما چهار تا پسوند داریم. چهار تا پسوند داریم که به آخر نام کشور وقت بیایه، یعنی او کشور امو نفر مربوط به همو کشور یا از او کشور. میام اینجا برای شما نوشته میکنم. چهار تا است. یکی هست ل، یکی لی، لو و لو. این چهار پسوند ما به آخر هر کشور میاریم، میگیم که او مربوط به همیشه کشور است. مثلا آی سلطان نرلی، آی سلطان ترکمنستان. ترکمنستان آخر یا آیه، پس وقت آ بیه آ باشه آخرین حرف صدا داری و لور ما استفاده میکنیم که هم یک از قانونهای دیگه حروف صدادار ترکیه است. ببینید اینجا ما مشخص از قبل نوشته بودم آ و او اگر باشه ل میایه، اگر ای و ای آخرین حرف صدادارش باشه لی، او و او باشه لو و او باشه لو. این پسوند به آخر اضافه میشه و میگن که او نفر مربوط به همون کشور است. خب خدا کنه که ایره درست فهمیده باشین. میم مثال کار میکنیم خود شما. مثلا اینی بچه نامش چی است؟ دوید. گفته بنیم آدم دوید، نام ما دوید است. بن انگلتره. انگلتره یعنی انگلستان. من میخوایم بگه از انگلستانم، میگه بن انگلتره لی یم. چون این بن گفته من گفته، پس آخر یک ایم هم اضافه شد. ببینید اینجا ما هر چهار پسوند داریم، لیم لیم لویم لویم، که اینجا ما برای شما پس بیارم. ببینید اگر آ و ا آخرین حرف صدادار کلمه ما بود لیوم میایه، ای و ای بود لیم، او باشه لیوم، او باشه لیوم میایه.
Mesela İngiltere ahirin harfi sadır ya harfi e'ye en incez. E ve i pas çimi liyim mi? Mige ki ben İngiltere liyim. İngiltere liyim. Ma az İngilistan. Kamerun. Nadia az Kamerun'u. Benim adım Nadia. Ben Kamerunluyum. Kamerunluyum. Bebinin Kamerun ahirin harfi sadarı i ast. Pas çimi luyum bu incega ezafe meşere. Xeyla xub. Şaka dair nazirin. Hama şuma inara be mişekli munasib azi pur mekanin ve nöşte mekanin. Xana xaliyara. Miyin be bakş çarum bak ve yeniden yaz. Gofte inara bebinin ve dubare nöşte kanin. Mesal Türkiye, Türkiye liyim. Az Türkiye'yim. ببینید این چهار تا پسوند شما به آخر از اینا نظر به آخرین حرف صدادار اضافه کنید. اینه قسمی که از قبل من اینجا برای شما نوشته بودم آ او اگر بود لیوم میایه که دوباره نیاز نیست برای شما بگم نظر به آخرین حرف صدادار از اینجا میبینید و پسوند اضافه کنید. موسکوا مثلا موسکوا آخرین حرفی صداداری و آیه بچه آ پس آ که بود لیم میایه با آخر از این. میگه موسکوا لیم. موسکوا لیم باشه. اینجا برای شما نوشته کنم. موسکوا. موسکوا. ببینید آخرین حرف صداداری آ بود. پس این پسوند لیم رو به ای اضافه میکنیم. میشه من از موسکو هستم. یا مربوط به موسکو میشه. بن موسکوالیم. استانبول حرف بعدی کلمه بعدی استانبول. استانبول آخرین حرف صداداری و اویه. پس او به کجای اینجا؟ آخری چی میایه؟ استانبول لویوم. لویوم. ببینین آخرین حرف صدادار هر شهر یا کشور باید پیدا کنین و یک از پسوندا به او بچسبانین میشه مربوط به همون کشور که اینجا من برای شما زیر اینا هایلایت کردم. خیلی خوب میریم بخش بعدی صفحه 22. صفحه 22 یازما باک و یاز اینجا گفته. ببینید نام یک تصویر از این مشخص کرده بعض مشخصات رو داده شما باید بگیم که چی است. آد مراد نام یو چی است؟ مراد. سویاد سارو تخلصی سارو. یاش 9 ülkesi Türkiye'li, dili Türkçe. Senyo Nuas, keşver Türkiye ve zabaniyo Türkiye. Enara be i taraf rubaruyu şama ir bayat marifi konin. Fikir konin khud şama nin. Migin benim adım Murat, soy adım Sarı. Ben 9 yaşındayım, ben Türkiye'liyim, Türkçe konuşuyorum. Khayal khud. Be i şakil enale idu خانه خالی بعدی رو پر میکنیم. اد الکس میگم بریم ادم الکس. سویاد واسیلیو. سویادم واسیلیو. واسیلیو. یاش 11. بن 11 یاشندایم. اینجا نشته میکنه روبرو از. اولکسی روسیا. بن روسیا لیم. ماز روسیایم. دیلی تر روسچا. زبانی روسیه. بن Türkçe, Rusça konuşuyorum. Ben Rusi sohbet ediyorum. En araba tasvir ahir resit ve aksi kod şema. İnce bir bilin gofte siz. Şema yak aksi az kod haru kitab mi çespane. Ve ince müşakhisat kod nöşte mekane. Adınız, nam şema çist. Mesela Ahmet, soyadınız Kerimi. Her çike başa. Herkes az kod haru en iyi kısmeti bayat pur konin ve nöşte konin. خب یک بار دیگه من اینا رو از اول تا آخر برای شما میخونم که از یاد شما نره معنی رو بفهمید و شما مشخصات خود نظر به اینجا نوشته میکنین. باز به این خانه خالی مثل که بالا برای شما مثال داده اینا رو پر میکنین. آدنز یعنی نام شما. سوی آدنز تخلص. کاش یشن دستنز چند ساله هستید. نرلیسینیز از کجاین؟ کدو شهر یا کدو کشور؟ هنگی دیلی کنوشیورسونز؟ کدو زبانش صحبت میکنین؟ سه شد این مشخصات خور اینجا نوشته میکنین عکس خور میچسبونین و آخر به شکل یک پاراگراف اینجا کلن نوشته میکنین جمله. این بود درس امروز ما شما شاگرد عزیز. کار خانگی شما همی است که
این خانه خالی ها را پر کنین و آخر برو کتابچه خو یک پاراگراف از مشخصاتی که اینجا از شما خواستن نوشته میکنین و از برای من روان کنین. Evet arkadaşlar, dersimiz bitti. İyi dersler. Görüşmek üzere.